دوستونی عربی توجکستان در واکنش به مطلب رادیو زودی گفته است جوان بیماری که برای خدمت در ارتش جلب شده بود پس از معلوم شدن نتیجه های تشخیص از عهده‌داری حربی آزاد گردید. عبدالواحد یوسوپوف یک ساکن شهر وحدت روز 1 آوریل در صحبت با رادیو زودی گفته بود که پسر 19 ساله بیمارش را با زور برای خدمت در ارتش به کمیسریت حربی بردند. او گفته بود که پسرش بیماری گپاتیت سی دارد ولی کارمندان کمیسریت حربی طلب کردند که به خدمت رود. دوستانی حربی توجکستان در واکنش خود نوشته است که تشخیص علاوگی به بیماری استیراتی گپاتیت سی گرفتار بودن این جوان را تصدیق کرد و او از دعوت به خدمت حربی آزاد شده است. به گفته دوستانی تفتیش معلوم کرد که این جوان نه مجبور بلکه اختیاری به کمیسریت حربی حاضر شده است و کارمندان این نهاد یگان عملهای غیرقانونی نکردند. در صحبت با رادیو زودی عبدالواحد یوسوپوف گفته بود که پسرش را مجبوری به کمیسریت حربی برده بودند. او گفته بود که اگر پسرش سالم باشد مخالف رفتنش به ارتش نیست. در گذشته مقامات مورد های جلب مجبوری جوانان را به ارتش تصدیق میکردند ولی سالهای اخیر میگویند صف اختیاریان و یا داوطلبان افزوده است. هرچند ده ها نواری در شبکه اجتماعی نشر می شود که در آنها صحنه های بازداشت جوانان دیده می شود. ساکنان می گویند آشکار و بازداشت و بزرگ به خدمت حربی بردن جوانان بیشتر شده است. روز 1 آوریل دعوت بهاری به ارتش توجکستان بر اساس قانون نو در برای خدمت حربی آغاز شد ولی مقامات هنوز نرخ به ارتش نرفتن را اعلان نکردند. در وزارت مدافع گفتند به زودی به این مسئله نقطه می گذارند. ضمناً باید گفت طبق قانون نو جوانانی که کافدرهای نظامی را ختم میکنند تنها بعد از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسر احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاههایی که دارای کافدرهای حربی بودند با اشتراک در دورههای 40 روزه صاحب بلیت حربی شده رتبه میگرفتند. ماگیسترانت ها و اسپیرانت ها به فرق از سالهای قبلی امتیاز ندارند. موافق قانون پیشینه آنها حق به تأخیر گذاشتن خدمت سربازی را هنگام تحصیل داشتند. مقامات میگویند بر اساس طرح نو تنها جوانانی که در رشته دکترانتورا تحصیل میکنند از خدمت آزاد میباشند. منبع تنها شخصان به نیاتهای دادگاهی، دوستیتونی، مبارزه با کروپسیا، گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده میشوند که خدمت حربی کردند.